چگونه می توانم در آلمان وسایل کمکی دریافت کنم؟ در صورتی که شما به آلمان مهاجرت کرده اید و مبتلا به یک معلولیت هستید، حق برخورداری از پشتیبانی را دارید و از حق دریافت وسایل کمکی ضروری برخوردار هستید. وسایل کمکی وسایلی هستند که افراد دارای معلولیت را در زندگی روزمره پشتیبانی می کنند. به طور مثال، ویلچر، یک پروتز، سمعک یا یک عصای ویژه نابینایان. وسایل کمکی را چگونه دریافت کنیم؟ در صورتی که روند پناهندگی خود را با موفقیت طی کرده اید و تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستید، پزشکتان می تواند برای شما یک نسخه برای استفاده از وسایل کمکی صادر کند. این امر برای افراد دارای یک مجوز اقامت آفنتالت الابنس بر اساس ماده 24 قانون اقامت نیز صدق می کند. هزینه برخی وسایل کمکی به صورت خودکار توسط صندوق بیمه خدمات درمانی کقانکن کسه پرداخت نمی شود، بلکه خود شما باید هزینه ها را قبول کنید و بپردازید. بهترین کار این است که مستقیماً از پزشک خود در این مورد سوال کنید و در صورتی که چنین بود، باید یک درخواست کتبی به صندوق بیمه خدمات درمانی خود ارائه نمایید. قبلاً از یک فروشگاه لوازم پزشکی، سانیتتس هاوس، برای یافتن وسیله کمکی مناسب خود، مشاوره لازم را دریافت کنید. فروشگاه‌های لوازم پزشکی، فروشگاه‌هایی هستند که وسایل کمکی پزشکی می‌فروشند. سپس، درخواست خود را به صندوق بیمه خدمات درمانی ارائه نموده و به محض موافقت با درخواستتان، می‌توانید به فروشگاه لوازم پزشکی مراجعه کرده و با ارائه نسخه وسیله کمکی خود را تهیه کنید. در این مرحله، فروشگاه لوازم پزشکی پول را از صندوق بیمه خدمات درمانی شما دریافت می کند. البته، شما باید با پرداخت مبلغ تکمیلی در هزینه ها سهیم شوید. ضمناً، کودکان و نوجوانان نیاز به پرداخت هیچ مبلغی نخواهند داشت. در صورتی که شما روند پناهندگی خود را هنوز به پایان نرسانده اید، قانون یارانه متقاضیان پناهندگی، یا اصول به وربا لایسنس گزتس اعمال می شود. یعنی شما باید با نسخه خودتان برای اولین بار به اداره امور اجتماعی سوسیالامت مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه کرده و آن را برایتان تایید کنند. بهترین کار این است که علاوه بر نسخه از پزشک خودتان درخواست کنید که اظهار نظر خودش را برایتان بنویسد. در این اظهار نظر درج شده است که چرا به وسیله کمکی نیاز دارید. در صورتی که درخواست شما برای یک وسیله کمکی رد شده باشد، می توانید به اداره امور اجتماعی یا صندوق بیمه خدمات درمانی اعتراض کنید. برای این منظور از یک مرکز مشاوره در نزدیکی محل سکونت خود پشتیبانی دریافت کنید. آنها می توانند شما را در سایر مسائل نیز پشتیبانی کنند. جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پشتیبانی در رابطه با این موضوع به نشانی www.hi-deutschland-projekt.de/crossroads مراجعه نمایید.